وایزان این جلوه در بالای منبر میکنند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند مشکل دارم زیدانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند گویا باور نمیدارند روزی داوری کین همه قلب و دغل در کاری داور میکنند یا رب این نو دولتان را برخری خودشان نشان کین همه ناز از غلامی ترک و استر میکنند ای گدای خانقاه بر جه که در دیری مغان میدهند آب و دلها را توانگر میکنند حسنی به پایان او چندان که عاشق میکشد زمره دیگر به عشق از غیب سربر میکنند بر دری میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی کندران جا تینتی آدم محمر میکنند صبحدم از عرش می آمد خروشی عقل گفت قدسیان گوی که شعری حافظ از بر می کنند تحلیل وایزان این جلوه در بالای منبر می کنند وایز این یعنی پیشوا دعوت کننده یعنی که پیشوای دینی و دیگر و دیگر و دیگر جلوه در بالای منبر میکنند یعنی که در بالای منبر در پیش خلق در نزدی میکروفون در تمام جا خود را نشان میدهند جلوه میکنند یعنی چون به خلوت میروند آن کاری دیگر میکنند یعنی در بالای منبر دیگر آدم هستند اما در خلوت تماما دیگر آدم هستند یعنی که در بالای منبر چی خود را بر دروغ نشان میدهند اما در حقیقت دیگر آدم هستند و به خلوت رفته کارهای غیری دینی و شریعتی را انجام می دهند مشکل دارم زیدانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند حافظ می گوید من مشکل دارم یعنی یک مسئله دارم همین مسئله را از دانشمند مجلس یعنی که از یکون دانشمند بپرس در تمام مجلسی که باشد توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند یعنی که این همه واعظ و پیشوای و همه این سلبند ها که سلبند های البته بر دروغ اکثر که هستند خود شکم های کلان کلان دارند و به توبه دیگر ها رو دعوت میکنند و چرا خود لیکن توبه را کم میکنند یعنی که دیگرها را ای تو کمتر خور میگویند و نکی اشکم خودشون چی یک دیگی یک پوته را میبرد خودشون پنج برابر از دیگرها زیادتر میخونند توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند گویا باور نمیدارند روزی داوری یعنی که با هم تو تصور دارم که تصور میکنی که در روز قیامت اینها باوری ندارن گفته است دست که همه قلب و دغل در کار داور میکنن یعنی اینها قلب و نو اصل چیز رو قلب میگوین یعنی کپی رو یعنی که در داری در کاری میگوید داور همین قلب و دغل میکنند یعنی که نقصان ها میآوند و از نام داور خلق رو بر دروغ
بر دیگر راه های قلب و دغل یعنی که دعوت میکنند. یا رب این نو دولتان را بر خری خودشان نشان که این همه ناز از غلام ترک و استر میکنند. یعنی اینجا حافظ مراجعت بر خدا دارد و میگوید که خدایا این نو دولتان را بر خری خودشان نشان که این همه ناز از غلام ترک و استر میکنند. یعنی که چیزهای زیبا پوشیده غلام های ترک دارند و چیزهای زیبا با این چیزهایشان ناز و نوز میکنند. ای گدای خانقه بر جه که در دیر مغان می دهند آب و دلها را توانگر میکنند. یعنی که خانقه را شما علاقه میدونید، خانقه اینجای عبادتی درویشان، قلندران و یعنی که جای تنهایی با خدا. ای گدای خانقه بر جه که در دیر مغان، یعنی که در خانقه میگوید می دهند آب و دلها را توانگر میکنند. حسن بی پایان او چندان که عاشق میکشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر میکنند. یعنی در اینجا سخن در باره خداوند میرود. حسن بی پایان او، یعنی خدا را گفته شده است، حسن بی پایان او چندان که عاشق میکشد. یعنی که عاشق شخصی که بر وی عاشق میشود و میمیرد. یعنی که در این دنیا در نظر چشم دیگر آدم ها و میمیرد. یعنی که از این دنیا و دست میکشد بر چشم این آدم های زمین انسان ها و دیوانه میشود میمیرد. برای هم میگوید حافظ که حسن بی پایان او چندان که عاشق میکشد، زمره دیگر به عشق از غیب سر بر میکنند. یعنی که یک زمره دیگر هم هست که از غیب سر بر میکنند، یعنی که در همین عشق هستند. بر دری میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی. یعنی میگوید میخانه هم این همون خانقاه کنیشت و جوی درویشون. میگوید در دری میخانه عشق ای ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینتی آدم محمر میکنند. یعنی که در آنجا آدم را دیگرگون میسازند. آدم تماما از شخصی دنیوی طینتش یعنی که شخصی خدایی میگردد، محمر میشود. صبح دم از عرش می آمد خروش عقل گفت، قدسیان گویی که شعری حافظ از بر می کنند. یعنی صبح دم از عرش، عرش گفته این مکان الهی رو می گویند، عرش الهی. یعنی که از کتاب ها آمده استاد است که مکان خداوندی هست و یعنی که چی؟ اونجایی که از همان جا تمامی موجودیات به وجود می آید و شروع می شود.